سال 1913 شهر مارسی محل تولد روژه گارودی است. وی تا درجه دکترا در رشته فلسفه تحصیل کرد. عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه، عضویت مجلس مؤسسان و نمایندگی مجلس ملی فرانسه و سناتوری مجلس سنای این کشور حضور سیاسی وی است. گرایش‌های مذهبی روژه گارودی و عقایدی که در این زمینه به آنها دست یافت منجر به اخراج رسمی وی از حزب کمونیست شد. بعدها به مسیحیت گروید، اما چندی بعد اعلام کرد که سرانجام کمال مطلوب و ایدئال خود را در اسلام و ارزش‌های متعالیان یافته و سپس مسلمان شد. روژه گارودی درباره اسلام گفته: اسلام جهانی ترین دین جهان است. من که مسیحی بودم و مارکسیست بودم، به این خاطر مسلمان شدم که دین اسلام را جهانی و فراگیر یافتم. گارودی همچنین بارها تردیدهای جدی خود درباره واقعه هولوکاست را ابراز کرد. از این رو سال 1988 میلادی یک دادگاه فرانسوی زیر فشار لابی صهیونیست‌ها او را به جرم انتشار کتاب افشاگرانه اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل محاکمه کرد. سرانجام روژه گارودی، فیلسوف مسلمان فرانسوی، به تازگی در سن 98 سالگی درگذشت.